سلام و درود به همه شما همراهان عزیز، به وبنگار امروز خوش اومدین. در شرایطی هستیم که دیکتاتوری ولایت فقیه نمیخواد و نمیتونه که پاسخگوی خواسته ها و مطالبات و در واقع خواسته های برحق مردم بشه. در این شرایط هست که هر روز شاهد گسترش بیشتر اعتراضات هستیم، وقتی که مردم با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند، به خصوص مشکلات اقتصادی و ماها حقوق نگرفتن. کامیونداران اصفهان و عراق در ادامه فراخوان اتحادیه هماهنگ کننده راننده ها دست به اعتصاب زدن. ایرتا با مردم مردا که اعتصاب کردن، همگی محکم و پاورجا وایسادن. این هم دوستان ما ریدن. علت این اعتصاب ها گرون شدن لاستیک، ندادن سهمیه لاستیک به راننده ها و قیمت نجومی لوازم یدکی و پایین بودن کرایه است. اعتراض دیگه مربوط به کارگران حمیدیه است که برای پنجمین روز متوالی دست به اعتصاب زدن و به دلیل عدم پرداخت حقوقشون چند روز هست که دست از کار کشیدن. به دنبال گرانی آرد و نان، این بار نانواها هم دست به اعتراض زدن. جمعی از نانواهای یزد جلوی استانداری تجمع کردند و نسبت به این گرانی اعتراض کردند. اعتصاب و تجمع کارگران پالایشگاه گاز پارسیان هم ادامه داره که نسبت به عدم پرداخت حقوق خودشون دست به اعتصاب زدن. در سنندج هم دستفروشان در اعتراض به حملات ماموران شهرداری و ارگانهای سرکوبگر رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان رسیدگی به خواسته هاشون و وضعیت کسب و کارشون شدند. اما وقتی که پای صحبت‌های این معترضین می‌شینیم، می‌بینیم که علت این اعتراض جز خواسته‌های اولی یک زندگی نیست. وقتی که یک کارگر چند ماه حقوق نمی‌گیره، راستی باید نیازهای اولیه‌اش را از کجا تأمین کنه؟ کارگران شهرداری قربه در کردستان در اعتراض به اینکه 6 ماه حقوقشون پرداخت نشده اعتراض کردند و حرف دلشون رو اینطور می‌زنن: 6 ماه ما حقوق نگرفتیم، الان با معوقه 6 ماه میشه، میخواد بیفته تو 7 ماه، تو خونه 7 ماه پول نره، خونه چیکار میکنه؟ زن بچه داریم، ما چیزی اونو میخواییم که حقوق مزایای ما رو بدن. با توجه به این گرانی و این شرایط اقتصادی و واقعا مشکل داریم. این وضعیت وخیم اقتصادی در شرایطی هست که خامنه ای جنایتکار امسال رو سال تولید و همینطور رونق اقتصادی نامگذاری کرد و روحانی هم با وعده های بسیار در رابطه با وضعیت اقتصادی سر کار اومد، اما حالا می‌بینیم که بسیاری از کارخونه‌ها تعطیل شدند و خیلی از کارگاه‌های تولیدی هم از کار افتادند. گزارشی هست که در فضای مجازی منتشر شده و گفتن که این تصویری هست از جهش تولید که رژیم تبلیغ می‌کرد و کارخانه‌ها تا اطلاع ثانوی تعطیلند. کارخونه از کار افتاده چیپسی است که حدوداً 2 ماه تحت. نمیخوام سود کنم، چرخم بگرده ضرر نکنم برام کافیه. در به تک تک واحدهای صنعتی را زدیم و خبری از تولید نبود. تو این کارخونه چند نفر کار؟ اصلا کار نمیکنه کارخونه، تعطیله. نه این کارخونه، همه کارخونه تعطیله نیست. همه کارخانه ها یعنی 18 واحد صنعتی داشکسن که قرار بود مشکل اشتغال منطقه محروم بویمیانده‌اش را حل کنند. 20 میلیارد سرمایه گذاری اینجاست. 3 سال اینجا بود کار میکردیم که الان دیگه کلن کارخونه تعطیل شده. تکلیف هولوش 90 نفر پرسنلی که اینجا کار میکردن مشخص نیستن. این فقط یک نمونه از بسیار کارخونه هایی هست که تعطیل شدن و بسیار کارگرانی که بیکار هستن. وضعیت فقر و حتی نداشتن غذا و به جای رسیده که در سایت دیوار یک آگهی منتشر شده که دل خیلی ها رو به درد آورده. یک مادر هموطن عکسی از یخچال خالی خونش رو چاپ کرده و گفته که احتیاج به مواد غذایی دارم. این ماه هیچ در یخچال نداریم، زندگیمون به سختی میگذره. شما رو به خدا اگه در منزل غذایی که اضافه مونده و قابل استفاده است دور نریزین، به من بدین. اما در روزهای اخیر خبر تکون دهنده خودکشی یک کودک 11 ساله در بوشهر فضای مجازی رو تکون داد.
دیروز پیامی از طرف هکرهای آزادیخواه و عدالتخواه منتشر شده که سایت ثبت احوال بوشهر رو هک کردن و تصویر این کودک رو درج کردن و نوشتن مرگ بر مسئولین بی‌لیاقت و فاسد جمهوری اسلامی. محمدهای زیادی هر روز در فقر و بدبختی در این مملکت پر از نفت و ثروت با شکم گرسنه و در آرزوی تحصیل و زندگی معمولی شب را صبح می‌کنند. حق نوادگان رئیس علی دلباری و مردم شریف بوشهر اینقدر فقر و فلاکت نیست. گرانی آرد و کمبود نان به آذربایجان شرقی هم رسید. تصویر منتشر شده از بسته شدن نانوایی ها در آذربایجان شرقی. اما در این شرایط وخیم اقتصادی که هیچ قدمی از طرف حکومت برای مردم محروم برداشته نمیشه، این خود مردم هستن که پشتیبان هم دیگه هستن و تلاش میکنن که از هر فرصتی برای کمک به نیازمندان استفاده بکنن. کاربر این فیلم منتشر کرده و نوشته این کار زیبا از یک هموطن هست که یک عدد تبلت و بسته‌ای از مواد غذایی و بهداشتی رو به خانواده‌های نیازمند رسونده. زیباترین عمل نشاندن لبخندی بر لب کودکی است که برای ادامه تحصیل به این چیزها نیاز داره. بخ که دل با پسی نابی به سرم زده بی خوابی صبرم شده لبریز کجان که دل آشوبه جذابی در این شب مهتابی در تاب و تبم تا تو بیایی بخ که دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی دل در دل من نیست کجایی نزدیک همین جایی به به جست و حال و هوایی ای باید بهش سخت وصفش یه حس دیوان کننده. اما پایان بخش گزارش امروزمون شکایتی هست از خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی که قرار هست دنبال بشه و گفتن که یک دفتر حقوقی که مقر اون در شهر واشنگتن آمریکا هست وکالت بعضی از خانواده های قربانیان رو که تابعیت آمریکایی داشتن به دست گرفته و اونها هم از حکومت ایران به رهبری خامنه ای و همینطور پاسداران و حسین سلامی شکایت کردن. امیدوارم که گزارش امروزمون مورد توجه همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق باشین و سربلند.